بعد از نمیدونم چند روز واقعا پیدام شده دوباره توی یوتیوب، ولی امروز برف خیلی باحالی بود، واقعا خوش گذشت. امروز رفتیم بیرون، هیچ کی بیرون نبود، ما هم ماشین نداشتیم، ولی با این حال خوش شدیم رفتیم بیرون که مقدار برف ببینیم. خب دست بزن اینجا، یک دو برو خانم روح نواز کجا دارمیم؟ آقا امروز ما ماشین نداشتیم، بیرونم هیچکی نبود، همینطور که میبینیم و هر کی هم ما رو میبینیم یه جوری نگاه میکرد که اینا توی این سرما پیاده دارن چی کار میکنن. رفتیم یه ذره عکس بگیریم برای اینستاگرام و اینا کلن، بعد ولی در کل یک ساعتی فکر کنم پیاده هم توی داشتیم راه میرفتیم. همینطور که این شلوار من که تا کجا خیس شده بود، الان اینجا خوبش بود، تا خونه رسیدم کلی اومده بود بالا، کلن گیل شده بود، کفشم هم دیگه داشت دوش آب میرفت دیگه متاسفانه. نگو که اینو میخوایی بزنی تو سر و صورت من. اینجا هم میخواستیم مثلا از این ویدیو ها بگیریم، دیده که مثلا ویدیو رو مثلا یه جور تنظیم میکنن که طرف انگار داره همینطوری میره، بعد یه موزیک خیلی غمگینی هم روش میندازن، از همینا میخواستیم بگیریم ولی موفقیت آمیز نبود. تینا هی برمیگشت پشت سرش رو نگاه میکرد. این گربه هم بنده خدا انقدر میون که، ولی هیچی نداشتیم بهش بدیم که بخوره. هفتره دارن میکنن. حالا از اونجایی که مامانم هم خونه نبود، بعد یه غذای حاضری درست میکردیم که سریع درست بشه، اومدیم یکم خرید. بعد از چندین هفته سلام علیکم. من فکر نمیکردم دوستام چنلمو داشته باشن، بعد میگفتن که چرا ویدیوی جدید نذاشتی؟ من توی بودم که پس ویدیوها رو میبینن. اینقدر کار رو پیچیده بود تو هم دیگه، زاویه دوربین اینقدر کار زیاد بود، یعنی به معنای واقعی، نه اینه که چستی میگن مثلا میگن بلاگرار دیدی هر روز صبح که استوریشون رو باز میکنی بچه ها امروز اینقدر کار دارم، بودو بودو باید برم همه یه کارامو انجام بدم، نمیدونی با چه سرعتی کارام. نه عزیزم، ما از ایناش نیستیم. این آخر سالی به خاطر اینکه همه یه کارهای عقب مونده و مثلا هر چیزی که داشتم و باید تمامش میکردم باز شد که خانه بذارم روی این باز نمیشه. بعد برای همین بعد یه سری کارا فشرده تر انجام میشد و خیلی سخت بود که هرچی که مینوشتم. اتاق من به هم ریخته است، نظرت میخوام. میدونم مامان که الان میای این ویدیو رو میبینی و میگی این چه وضع اتاقته، ولی خب ما در جان خسته شدم دیگه از صبح، دیشبم مهمون داشتم. نه خوبه دیگه، خدایی تمیزه دیگه. حالا یه دونه اون جاش بده، یه دونه چیز گرفتم از این پلنرهایی که تیک بزنی. خب بعد این مثلا میگن که اینطوریه که خیلی باعث میشه که مثلا عادتاتو خیلی راحت تر برای خودت جا بتونی بندازی. اینا اینو من بچسبونی جلو چشمات که همش ببینیش. خب بعد یه چیزی هم، دفتر پلنر دوست ندارم واقعیتشون، یه چیزی باید باشه که جلو چشمم باشه کارام. انقدر دفتر دارم، یعنی مریض دفتر خریدنم، اینو دیگه همه میدونم، ولی چون جلو چشمم نیست مثلا کارام میمونه همینطوری، بهش دردی نمیخوره در واقع. ولی قبل از اون مثلا گزارش کار مینوشتم واسه خودم که امروز خدا رو شکر بدی نبود، یه سری کارامو انجام دادم، ولی تا شب باید ویدیو ضبط کنم. ویدیوها هم همه مال دوره اونجور چیزاست، مال یوتیوب و اینا نیست. هنوز یوتیوب برای من مسئله جدی نشده اونقدر. من اون پشتو نباید بیفته، سر من باید اینجا باشه، وگرنه مامانم یه کاری میکنه که این ویدیو رو پاک کنم. اون همه دارن سعی میکنن که یه مقداری از اونجایی که هستن تکون بخورن. بعد این الان یه داستانی که پیش اومده اینه که تو اینستاگرام مثلا میری نگاه میکنی همه به یه چیزایی رسیدن که تو فکر میکنی خیلی از اونا عقبتری. بعد مثلا هر جا میری طرف میبینی سمینار فلان برگزار کرده، اون یکی میره سوار فلان ماشین میشه، ولی خیلی اینا نسبیه. ببین مثلا همه
شرایط ها یکی نیستش که مثلا بگیم که چرا اون شده من نشدم فلان. هر چیزی که حالا اون به دست آورده شاید تو یه چیز بهتر شو به دست بیاری، شاید اصلا اون مناسب تو نباشه. بیاین سعی کنیم که کمتر توی فضای مجازی بچرخیم، سلکت شده بچرخیم. خب یعنی بر خودمون تایم بذاریم. واقعا دراز کار و زندگی ما رو عقب میندازه این فضای مجازی. خب خوب خوب چقدر خوب خوب میکنم، نمیدونم واقعا، یه سری چیزا دست من هی تکرارش میکنم یا بعضی وقتا بیش از حد ادبی حرف میزنم. از بس که هی میشینم ویدیو اینا میگیرم دیگه خودم حرف زدن عامیانم هم یادم رفته. خلاصه اون پلنره رو انجامش میدم، بهتونم میگم نتیجهشو. فکر کنم نتیجه مثبتی تا اینجا ویدیو رو دیدی، یه سابسکرایب بکن بی زحمت دیگه. آره تا اینجا دیدی یعنی خوشت اومده دیگه ویدیو، یه سابسکرایب بکن.